خیلی از ورزشکارا تو حرکت پوشاپ یا شن سوئدی مشکل دارن و نمیتونن این حرکت رو به شکل صحیح یا کامل اجرا کنن. با هم دیگه میخوایم قدم به قدم یه سری پیشنیازهایی رو انجام بدیم که بتونی حرکت پوشاپ یا شن سوئدی رو به بهترین شکل انجام بدی. با من همراه باش. حرکت اولمون حرکت پوشاپ با شیب مثبته. وقتی که به این شکل حرکت اجرا میکنیم وزنمون یک مقدار از روی بدنمون رو از دستامون برداشته میشه و به واسطه همین میتونیم حرکت راحت‌تر اجرا کنیم و دقیقا به شکل شن سوئدی حرکت رو اجرا میکنیم، یعنی که آرنج ها نسبت به تنه زاویه حدوداً 45 تا 60 درجه داره. حرکت بعدی اون حرکت نیلینگ پوشاپه، یعنی که ما به شکل زانو زده این حرکت رو اجرا میکنیم. یه نکته‌ای که وجود داره، هر چقدر که زانوها جلو باشه حرکت ساده تر میشه و هر چقدر که زانوها عقب باشه حرکت سخت تر میشه. پس اگر مبتدی بودی و نمیتونستی زانوهات رو خیلی عقب بذاری، در پوزیشن زانو جلو اجرا کن حرکت رو. و برای کسایی که یک کمی حرفه‌ای تر شدن میتونن زانوهاشون رو از نسبت به دستشون دورتر کنن. و در آخرم پوشاپ با ورژن استاندارد داریم که اگر شما اون پیش نیازها رو انجام بدید میتونید با تمرین و صبر حرکت پوشاپ رو به شکل کامل و صحیح انجام بدید. سر بالا نمیاد، سر پایینی که ستون مهره و سر تو یک راستا باشن و بازو نسبت به تنه زاویه 45 تا 60 درجه داره.